علیکم و رحمت الله و برکاته شاگردان عزیز و دوزشتنی باز همم یخیل، هم میخی حبیب الله میخیل با ارائه درس بیستوم از کتاب فیزیک سنف افتومتان در خدمت قرار برم. امیدوار استم درس تا آخر با من دنبال کنیم شاگردان عزیز و دوزشتنی محتوا و موضوعات کتاب فیزیک تان در فصل سوم که کار انرژی و توان بود به شکل عملی و نظری کار شد فرمولاش کار شد، ماسبه ها کار شد و تجربه که مورد نیاز بود در هر بخش یک تجربه دو, دو تجربه اجرا شد. امیدوارستم که فصل سوم با دقت مطالعه بکنین، با تمام محتوا و موضوعاتش و هم مشاهده بکنید. حال می موضوع درسی امروز ما مربوط فصل چهارم هست کتاب فیزیک صنف هفتم هست در این متن کتابتان صفحه 39 میگه چی وقت روی برف بیشتر فرو می روید؟ زمانی که بوت تان دارای کف هموار بپوشید و یا بوت کروبلند باشد نکتیز ایره خودتان فکر بکنین آیا ایلتان رو میدانید چرا کدام بود گور میره در برف کدامش نمیره حلبی سازا یا آهنگرا میگه چرا از چکش چوبی استفاده میکنند در هموار کردن ورق های فلیزی یا آهن چرا چکش پلاستیکی و چوبی استفاده میکنند با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد آیا مفهوم فشار را میفهمی؟ آیا فشار مایات که به چه بستگی دارد؟ چرا در داخل به نظر می رسد که وزن خود ما از دست دادیم یا هر جسمی که در آب پرتیم چرا وزنش کم میشه؟ در این فصل محتوا و موضوعاتی را می که مربوط به فشار هست و این فشار به طور کل سه بخش تقسیم میشه که فشار در جامدات هست، فشار در مایات است و فشار در گازات هست که هر کدام تحت نام عنوان موضوعی فشار در فصل چهارم به ترتیبش کار میشه پس فشار هم میگیم که فشار عبارت است از قوی فی واحد سطح عبارت از قوی است که به شکل عمودی بالای سطح وارد میشه فشار هست طور مثال اگر بین یعنی مارکر مد نظر بگیرین اگر مارکر بیاین بینی شکل روی دست خود قرار بدم و فشار وارد کنم یک قوی وارد کنم پس این مارکر به اندازه سطح تماس خود بالای دست ما بالای اونم قسمت دست ما فشار وارد میکنه که با مو در تماس است پس قوی که وارد میکنه اون مودی هست پس میگیم این مقدار فشار بیشتر است و یا مارکر بیاریم, بیاریم به این شکل روی دست خود قرار بده بتو فشار بده آیا کدامش بیشتر است ما میگیم که چون قوه یا فشار مستقیما متناسب با قوه هست و معکوسا متناسب با مربع مساحت یا سطح هست به هر اندازه سطح کوچک شوه فشار بیشتر میشه به هر اندازه که سطح تماس جسم بیشتر باشه فشار کوچک میشه اگر سطح کوچک شد فشار زیاد است اگر سطح بزرگ شد فشار کم است پس خود فشار با قوه رابطی مستقیم داره هرگاه وزن جسم زیاد باشه فشار وارده زیاد است اگر وزن جسم کم باشه فشار وارده کم است آره از خاطر که این موضوع را خوبتر و بهتر بدانین <applause> ما اینجا مواد لابراتوری را مد نظر گرفتیم که میخوایم یک تجربه را توسط از ای اجرا بکنم امیدوار که این را خوب دقیقا مشاهده بکنین قایده مای میله فلیزی یک استند مد نظر میگیریم گیرای دو طرفه گیرای دو طرفه گیرای دو طرفه هست گیرای فیل یا یک چنگ که میتونیم نصب بکنیم مشکل نداره قوه سنج هست قوه سنج هست و یک جسم مکعب مستطیل یک جسم مکعب مستطیل چون اینجا چوبی شما میتونید که ایره فلزی انتخاب بکنید میتونید از یک خشت پخته استفاده بکنید میتونید هر وسیله دیگه یا یک سنگ منظم استفاده بکنید این تجربه را توسطش اجرا کرده میتونیم اما قبل از اینکه این تجربه را اجرا بکنیم ما میم شاگرد عزیز میگیم زمانی که قوه را ما در بخشی که کار میکنیم اگر قوه را چون ما گفتیم که قوی فی واحد سطح عبارت از چیز فشار است در کتابتون تعریف شد ضرورت نیست نشته بکنم قوه عمودی که برای یک سطح وارد میشه مساییش و به فشار پس اگر بیم قوه را به نشان و سطح را سطح را به این نشان بتیم و فشار به پی نشان بتیم فشار به پی نشان بتیم از در نتیجه میتونیم رابطه اش به شکل نوشته بکنیم که فشار مساویز به قوه عمودی بر واحد سطح بر واحد بر واحد مربع بر واحد سطح بر واحد سطح این را می توانیم به ای شکل به شکل فرمولش نوشته بکنیم که پی مساوی میشه به قوه را به اف نشان میتیم اف بر ای خب اف بر ای ما در محاسبات قبلی خوانده بودیم که اف بر ای خوانده بودیم که قوه را به کدام واحد اندازه‌گیری قوه چی بود نیوتن بود قوه را به اساس در سیستم امکیز به نیوتن نشان میدیم نیوتن و مساحت هم واحدات چه در کتاب فیزیک سنف هفتان خواندین که چون مساحت واحد مساحت یک واحد فرعی هست و از اصل ضرب طول ضرب طول یا متر ضرب متر به وجود میاد که واحد مساحت متر مربع است یعنی طول ضرب عرض است پس نوشته میکنیم که متر مربع پس میگیم نیوتن بر متر مربع چی میشه واحد اندازه‌گیری فشار خیر چی هست وقتی که واحد قوه را فهمیدیم نیوتن واحد مساحت را فهمیدیم متر مربع پس واحد اندازه‌گیری فشار چی پس میگیم پاسکال است میگیم هرگاه یک نیوتن قوه بر یک متر مربع یک جسم وارد شود پس مقدار از این مساویش به یک پاسکال که به پی ای اس یا پی ای ای را نشان میتن پاسکال پس پاسکال چیست؟ مقدار فشاری است که از طرف قوی یک نیوتن بالای سطح یک متر مربعی جسم یا سطح زمین وارد میشه میشه به پاسکال خب حالا این رابطه طرف ها میدیم که پاسکال پس در اینجا نظر به فرمول وقتی که ببینیم میگیم که پی پی مستقیما متناسب از بچی به F یعنی فشار مستقیما متناسب است به F یعنی مقدار قوه برانزا قوه زیاد باشه فشار زیاد است و P معکوسا متناسب است به چی؟ یک بر A. یعنی بر مساحت یعنی فشار با مساحت رابطه معکوس داره اگر رابطه معکوس به چی معنا؟ رابطه مستقیم به این معناست اگر کمیت مقابل که افزایش از زیاد شد فشارم زیاد میشه اگر ای کم شد فشار مقدارش کم میشه اما معکوس به این معناست که هرگاه مساحت زیاد شد و فشار کم میشه هرگاه کمیت دومی کم شد کمیت اولی افزایش پیدا میکنه اگر کمیت دومی افزایش پیدا کرد کمیت اولی کاهش پیدا میکنه پس میگیم فشار رابطه معکوس با مساحت داره مساحت زیاد شد فشار کم میشه مساحت کم شد فشار زیاد میشه پس از خاطر به اثبات رساندن یا تحقیق در مورد رابطه فشار تجربه را دیزاین کردیم کالا اجرا میکنیم براتون تجربه را از این رابطه ما استفاده هم کرده بتونیم مساوی شد به با... خب آره میم شاگرده دوز داشتنی و نازنین ما میم اول گیرای مزایف در اینجا نصب میکنیم بعدا گیرای فیل دهنه نصب می کنیم تا در دیر نصب کنیم بعدش قواسنج می بینیم نقطه سفریش ایار است بله ایار هست, ایار هست. ای اینجا نصب می کنیم ولی می از خاطر که خوبتر و بهتر ما مقدار جسم پیدا بکنیم می وزن که در اینجا هست ایره اینجا بند می کنیم تا وزن جسم به ما معلوم شد شما درجه را خوب دقیق شوید درجه خواستنجه ببینید بی بعدش من میخوانم که چند نیوتن هست درجه بندی داره خب آره میره را میگیرم به طرف خود که چند نیوتن هست سفر هشت شاریه سفر اشاریه اش شش نیوتن هست سفر اشاریه اش هفت هست هفت هفت شش, 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 شش سفر اشاریه اش هفت شش نیوتن وزن دارن پس میگیم جسم مکعب مستطیلی که در اینجا داریم وزنش افش مساویز به صفر اشاره هفت شش نیوتن چون شاگرده عزیز در قوسن تقسیماتی که وجود داره این تقسیمات از صفر تا صفر دو پنج تقسیمات است هرگاه ما صفر دو رو تقسیم تقسیم پنج بکنیم هر خط کوچکش 0.04 میاد 0.04 نیوتن میاد صحیح؟ وقتی که آمد، چون فاصله بین تقسیماتی که عدد داره 0.2 مثلا 0.2 هست 0.4 است 0.6 است 0.8 است چون تقسیمات وزن جسم در نظر به مقایسه با درجه بندی قواسان ب 0.8 نرسید در بین 6 و 8 قرار گرفت در اینی خط یعنی در خط چهارم قرار گرفت از صفر اشار شش در خط چهارمش قرار گرفت که به خط پنجم نرسید پس ما میگیم که چون هر خط صفر اشار صفر, صفر, صفر چهار است ضرب چهارش میکنیم چهار مساوی میشه چهار چهار شانزده شش حاصل یک چهار صفر 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 یک خود یک چهار صفر, صفر صفر پس وقتی که اینمی قسمت چهار خط محاسبه بکنیم میشه یک دو یک دو سفر اشاره شانزه ما سفر اشاره شش داشتیم از درجه بندی که او شامل بود و سفر اشاره شانزه هم از اینجا میگیریم جمع سفر اشاره یک شش از جمعش میگیریم شش خودش یک شش هفت میشه و از اشاریم خودش پس در نتیجه ما داریم که سفر اشاره هفت شش نیوتن کیجا نشته کردیم خب شاگرد عزیز آره مییم من توسط خطکش وسیله اندازه گیری دیگه که میخوایم طول عرض ایو... جسم پیدا بکنیم توسط خطکش پیدا میکنیم میام اول سطح بزرگترش پیدا میکنم طولش مساوی میشه با مداد دقیقا کار میکنیم طولش مساویش به 10 سانتی طولش مساویش به 10 سانتی مساویش به 10 سانتی و عرضش میگیریم شما تجربه رو باز خودتان دوباره ارزش 8 سانتی است. 8 سانتی هست و 10 سانتی <applause> اول می مساحت رو می پیدا بکنیم مساحت این مسایل مشابه می این میشه طول ضرب در عرض طول یک ضرب در عرض بکنیم 10 سانتی ضرب 8 سانتی مساحت میشه 10 ضرب 8 80 میشه 80 سانتی متر ضرب سانتی متر سانتی متر مربع ایشود مساحتش ایشود مساحت اما از خاطر که واحد قوه را در سیستم امکیز داریم و واحد فاصله را یا مساحت را در سیستم سیجیز داریم پس نیاز است که ما به متر تبدیل بکنیم ما میگیم که متر مساوی به مساحت یعنی متر ضرب متر مساوی میشه به متر مربع درست پس متر چند است سانتی یا چی 100 سانتی پس نوشته میگیم که یک متر مربع ما از نظر سانتی متر ده به توان چهار سانتی متر مربع هست و یک سانتی متر مربع ما مساویش به ده به توان منفی چهار متر مربع میشه پس این را ضرب چند میکنیم ضرب یا میتونیم که ده به توان منفی چار به ای شکل هم نوشته بکنیم یک دو سه چهار یا ده به توان چهار متر مربع نوشتهش بکنیم خب حالا میمیره تبدیل میکنیم به متر مربع نوشتن میگیریم که 80 ضرب 80 ضرب 1 بر 1 0 2 0 3 0 4 0 واحد متر مربع میشه و از اینجا مساوی میشه سفرش به 80 صفرش به خلاص میمونه 8 بر 1000 واحد متر مربع 8 تک تقسیم 1000 بکنیم مساوی میشه به 0 0 0 به تعداد خانه چی اشارج دو میکنیم 8 متر مربع خب این رو پیدا کردیم آره مییم به وضع قیمت از این به متر مربع مسایی میشه به 0 0 8 متر مربع خب این محاسبه برای خودتان باید دوباره هم میتونید اجرا بکنید در بخش تبدیل واحدات ما متعقن هستیم که تبدیل واحدات شما در کتاب فیزیک سنف هفتمتان کار کردین پس نیاز نیست که روی از این مزیاد بحث بکنم الی آره میم قیمت تبدیل کردم میم نوشتم میکنیم که پی مساوی میشه فشار مساوی میشه و سفر اشاره هفت شش نیوتن تقسیم بر سفر اشاره سفر سفر هشت متر مربع خب حالا آره میم چون قسمت اشاری هست ای را تقسیم میکنیم به مقداری که ما میخواییم که چند هست مساوی میشه به 95 نیوتن بر متر مربع پاسکال پس میگیم در نتیجه ما داریم در نتیجه پی ما شد به 95 پاسکال خب شاگردای عزیز متوجه باشین پس آله جسم وقتی که بینی شکل میمونیم این 0.95 95 پاسکال قوه وارد میکنه بالای سطح تماس خود هرگاه بیایم این جسم اینی سطحش هم آسبه میکنیم چون ای بود 8 سانتی هست و ایش میم اندازه گری میکنیم 3 سانتی هست 3 سانتی و میم اول قیمت دو میشه پیدا میکنیم خب طولش 8 سانتی ایتاور مثال 8 سانتیس و B 3 سانتیس می ام آیم امیر تبدیل بکنیم به متر ایلا تقسیم متر بکنیم 8 تقسیم 100 شد 0 شهر 8 میشه و ایلا به متر تبدیل بکنیم محصوی میشه 0 شهر 0 3 متر میشه آلی دو تا را ضرب میکنیم با هم 3824 که <coughs> مساحت پیدا شد ای مساحت می شود اینجا ای دو تا را ضرب میکنیم مساحت پیدا میکنیم ای مساحت می شود سفر هشت متر ضربه سفر اشار اش سفر سی متر خب سه زربه هشت سه هشت بیست میشه سه هشت بیست و چهار شاصل دو سفر 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 دو خود دو یک خانه سفر دو خانه سفر یک خانه سفر دو خانه سفر پس میگیم یک خانه دو خانه سه خانه چهار خانه یک خانه دو خانه سه خانه چهار خانه خانه اشاری جدا واحد متر زر متر مساوی میشه با؟ متر مربع پس مساحتی که اینی سطح جسم داره چند متر چند متر مربع است صفر اشاره صفر دو چهار متر مربع است پس مساحت چند است صفر اشاره صفر صفر دو چهار متر مربع حال میمی قیمته در پی دو می میگنیم که فشار جسم در سطح پی 2 چقدر است سطح اولی رو پیدا کردیم پی و اونو پیمانه بود 95 پنج پاسکال پیدو رو پیدا میکنیم که فشار در کدام حالا زیادتر است مسایی میشه با مسایی میشه با سفر شاره هفت شش نیوتن چون وزن جسم ثابت بود وزن قوی و مودی ثابت است پس فشار هم سفر شاره سفر دو چهار متر مربع مسایی میشه با حال باز بازم این قیمت دومی پیدا میکنیم یعنی پیدو رو مسایی میشه با مساوی میشه به 316 اشاره شش متوالی پاسکال خب شاگرده عزیز و دوزاشتنی ما پیدو رو میاریم زیر پی یک نوشته میکنیم که پیدو ما مساوی شد به 316 اشاره شش متوالی پاسکال پس این تجربه را کار کردیم و این سوال هم در موردش کار کردیم و شما میرین شاگرده های عزیز در مورد فشار سوالی که در کتابتون در صفحه 40 داده شده این سوال کار میکنین و یک فعالیتی این برای شما داده شده که شما وزنتان یک دفعه با کف دستان به دیوال تکیه بکنین تکیه کنین خدا ببینین چه احساس میکنین و بعدا یک گل بارین در می حالت همین تجربه رو هم خودتان اجرا بکنین پس میم قبل از ختم این برنامه میگیم که فشار چی بود فشار عبارت از قوه عمودی قوه عمودی فی واحد سطح به نام فشار یاد میشه ما میگیم هر هر جسمی که هر قر وزنی داشته باشه ما نظر به سطح تماسش میگیم اگر سطح تماس جسم با سطح زمین سطح کوچکش باشه فشارش بیشتر اگر سطح تماس جسم با سطح زمین فشار سطحش بیشتر در حال تماس باشه فشارش چی است کمتر است پس با این مثال درس امروزی خود در اینجا به پایان میرسانیم امیدوار هستم که فعالیت‌های را براتون سپردم سوالاتی را براتون دادم در مطابق کتابتون سوال حل بکنین از خدا حافظ ناصرتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته